سلام علیکم برای بعد علی انکی اومده علیه. آقا من بارها گفتم و به صورت یلم قطعه این موضوع رو تاکید کردم که در این چنل علاوه بر ویدیوهای کرینجی که میسازیم و وقت شما رو با محتوای چرت هدر میدیم، یک سری آموزش‌های مفید هم می‌خوایم بهتون بدیم. توی این ویدیو میخوام بهتون ارزون‌ترین راه‌هایی که باهاش میتونیم بازی روز دنیا رو قانونی بازی کنیم بهتون معرفی کنم. از اونجایی که ما در کشور عزیزمون ایران زندگی میکنیم، خب خریدن همه بازی‌های 60 دلاری و 70 دلاری به صورت قانونی برای اکثر ما گیمرها علنا غیر ممکن و حتی یک آرزوی کاملا محاله. تانک یو روحانی. و خب با توجه به بعد انواع اقسام راه‌ها و چاره‌هایی که پیش رومون هست رو امتحان کنیم و از چند تا هزار توی پیچیده عبور کنیم تا بتونیم به وسیله اون بازی‌های قانونی رو با قیمت کمتری بخریم. هرچند که میدونم خیلی از ما بازی ها رو اکانت‌های کرکی، اکانت‌های هکی رو پلی استیشن و بالاخره کپی خور کردن کنسول و بازی کرکی پی سی انجام میدیم، ولی خب خیلی بازی آنلاین و خفنی هم هستن که نیاز داریم برای تجربهشون قانونی بازی کنیم. خیلی از بازی هم تا بیان کرک بشن اصلا مود افتادن و دیگه خیلی هایپ نیستیم برای بازی کردنشون. و برای اینکه بتونیم بازی روز دنیا رو همون روز اول، یعنی جدید تازه داغ هات بازی کنیم با قیمت کمتر، به چند تا راه نیاز داریم که من بهتون معرفی میکنم. راه شماره یک، اگر شما پی سی بازی میکنین اکثر بازی ها رو، در واقع تقریبا میتونم بگم همه بازی ها رو، احتمالا از استیم میگیرید. فروشگاه استیم در واقع الان پرکاربرترین استوریه که مال بازی‌های دنیا وجود داره. توی استیم همه بازی‌های روز دنیا رو میتونین شما بخرین و بازی کنین. اما برای اینکه ارزون‌تر براتون تموم شه چه راهایی وجود داره؟ ببینید، به طرز خیلی مسخره و بدون هیچ معادله خاصی قیمت بازی‌ها و قیمت اینجور گیم‌ها توی کشورهای به خصوصی مثل روسیه، آرژانتین و بعضی وقت ترکیه خیلی کمتر از قیمت دلاریشه. مثلا رد ددی که 60 دلاره رو اگه بخوایم به تومان تبدیل کنیم، اگه ریجن اکانتتون آمریکا یا حتی ایران باشه 1500 1600 در میاد، ولی اگه ریجن اکانت استیمتون رو بزنین رو آرژانتین و با وعده پول آرژانتین اون بازی رو بخرین، حالا بشه 600 تومان در میاد، یعنی 1 میلیون تومان ارزون تر. تقریبا همه بازی دنیا اینجوریه. یعنی مثلا رزیدنت اویل 8 که من خودم تازه خریدم با اکانت ریجن آرژانتین یه چیزی داره اولوش 650 در اومد، ولی با استیم دیگه هم که اکانت ریجن آمریکا بود اگه میخواستم به دلار بخرم، یعنی 60 دلار، خیلی بیشتر در میاد، اولوش 1200 برام تموم میشد. بخاطر همین با نصف قیمت تونستم رزیدنت اویل ویلیج رو بخرم. پشمام. چند تا کشور هستن که این قابلیت رو تو استیم دارن، یعنی برای اینکه شما بتونین این بازی رو با ریجن اون اکانت رو بخرین میتونین کشورتون رو بزنین روی آرژانتین یا روسیه یا بعضا ترکیه. ترکیه رو توصیه نمی کنم، معمولا بین آرژانتین و روسیه متفاوته. اما اینکه کدوم بهتره باید بهتون بگم، معمولا قیمت بازی آرژانتین ارزون تر در میاد، هرچند توشون بینابین یکی دو تا داریم که مثلا روسیه قیمت بازیش ارزون تر بشه، ولی برآیند کلیشو بگیریم آرژانتینی ارزون تره. اونجایی که شما روی اکانت فقط نمیتونید ریجن اکانتتون رو عوض کنید، پیشنهاد میکنم که ریجن آرژانتین رو بگیرید. اگرم براتون اصلا مهم نیست که همه بازیایی که میخرین تو لایبرری یک اکانت باشه، خب هم ریجن آرژانتین یک اکانت داشته باشین هم ریجن روسیه و هر کدوم دین ارزون تر بازیش، بازیشو بخرید بندازین دو اون اکانت، به همین سادگی. اما راه دومی که شما میتونین با پی سی و البته ایکس باکس خیلی خفن همه بازی روز دنیا رو به صورت قانونی بازی کنی، نعمت بزرگیه که مایکروسافت بر سر ما گیمرها نهانیده، اونم ایکس باکس گیم پاسه. بچه ایکس باکس گیم پس من تا قبل از اینکه خودم تجربه نکنم خیلی برای شایب نبودم و برای مهم نبود، اما الان بعد از یه تجربه کوتاهی از ایکس باکس گیم پس میتونم بگم که فوق‌العاده است. یعنی الان دیگه من واقعا نمیدونم بدون گیم پس چه جوری زندگی کنم. گیم پس چیه؟ گیم پس یه سرویس ماهانه مثل نتفلیکس یا بخوایم داخلی وطنیشو بگیم مثل فیلیمو یا نماوا میمونه. یعنی شما در ازای پرداخت یه مبلغی به صورت ماهانه یک دسترسی کلی داری به یک آرشیو بزرگی از بازی‌ها. این تعداد بازیش خیلی بالا، یعنی بالای 300-400 تا بازی توی گیم پس ها و بازی‌های چرت و قدیمی هم نیست. جدیدترین بازی‌هایی که مایکروسافت داره میده بیرون و جدیدترین بازی روز دنیا توی گیم پس قرار داره. همین الان که با شما دارم صحبت می‌کنم، هفته پیش یه کنفرانسی برگزار شد توی ای3، کنفرانس ایکس باکس، توش 27 تا بازی که توش 30 تا بازی معرفی شد، توی این کنفرانس 30 تا بازی معرفی شد که فاکینگ 27 تاش روی این گیم پس قرار روز یک باشه. یعنی شما بازی جدیدی که میاد اصلا لازم نیست برین 60 دلار پول بدین بخرین، میتونین یه مبلغ
خیلی ناچیزی بردارین، ایکس باکس گیم پس رو ماهانه بخرید و همه اون بازی همینجوری خود به خود تو گیم پس هست. اگرم معمولا بازی میاد که روز یک رو گیم پس نی، بعد چند وقت رو گیم پس میاد، یعنی دو سه ما صبر کنین هر بازی بالاخره یه تایمی میاد رو گیم پس قرار میگیره و میتونین حالشو ببرید. و اما بهترین نکته گیم پس قیمتشه که واسه ما ایرانی‌ها خیلی مفت در میاد. الان من رفتم دیدم شما میتونه ایکس باکس شما میتونه یه گیم پس 3 ماهه رو با قیمت هولوش 200,000 تومان هم بخرین، حتی کمتر با 180 تومان 190 تومان هم میتونین ایکس باکس گیم پس 3 ماهه بخرید. یعنی فکر کنید شما با حد اکثر 200,000 تومان میتونین 200 تا بازی خیلی خفن رو به صورت اورجینال بازی کنین، یعنی بازی 1000 تومان براتون در میاد در ماه. یکی از دلایل اصلی که من اعتقاد دارم فعلا نسل 9 رو ایکس باکس سریز ایکس و ایکس باکس سریز اس قراره بهتر از پلی استیشن عمل کنم، وجود یه چیزی مثل گیم پس و سونی باید هر چه زودتر یه فکری بالا این قضیه بکنه. گیم پس داره میگه. اما راه سوم دیگه که وجود داره این که ما ایرانی ها تو لونه های خودمون کمین کنیم و هر وقت یه بازی رایگان شد تو فروشگاهی مثل اپیک یا استیم یا حتی بعضی وقتا تخفیف‌های خوبی خورد حمله کنیم به سمت اون بازی و اون تایم اون بازی رو بگیریم. مثلا 90% ایرانیایی که الان جی تی ای رو به صورت قانونی دارن بازی میکنن کسایی هستن اون تایمی که اپیک گیمز جی تی ای رو رایگان کرد دانلودش کردن و الان رول پلی میزنن. منی که رول پلی بازی میکنم به عینه شاهد بودم بعد از اینکه اپیک گیمز یک هفته این بازی رو رایگان کرد تعداد کاربرای جی تی ای آنلاین و جی تی ای رول پلی نزدیک 10 برابر بیشتر شد. اینا که همیشه شما توی کمین بشینید همیشه در واقع هر ماه دو سه تا بازی خوب هست که رایگان بشه یا تخفیف خیلی خوبی بخوره که بتونید شما ازش لذت ببرید. در واقع همه اینا راههایی بودن که شما چطور میتونید بازی‌ها رو قانونی بازی کنید. همیشه یه سری راه‌ها هم برای غیر قانونی بازی کردن وجود داره، از جمله اکانت‌های ظرفیتی که شما میتونید آنلاین بازی کنید رو پلی استیشن، ولی خب یک سری ریسک‌ها داره که قبلا تو ویدیوهای قبلی گفتم. ایکس باکس ها معمولا زود کپی خور میشن چون سیستم امنیتی خیلی بالایی ندارن. شما میتونید ایکس باکستون رو کپی خور کنید ولی دیگه اصلا نمیتونید آنلاین بازی کنید، اصلا حتی حق ندارید دستگاهتون رو به اینترنت وصل کنید. و خب یه مدت هم وایسین تقریبا همه بازی های پی سی کرک میشن. اما خب چند تا نکته منفی داره دیگه، یکی این که هایپتون برای اون بازی گذشته، یعنی همه بازی کردن و فقط شما موندین و دیگه اون هایپ و اون انرژی که اون بازی رو بخواید تجربه کنید ندارین. چون اینکه معمولا این کرک ها یه سری مشکلات فنی رو به بازی اضافه میکنن و آپتیمیزیشنش رو میارن پایین، یعنی اد پرفورمنس و بهینه سازیش. What the fuck am I saying؟ یعنی در واقع ممکنه اون به خاطر کرکی بودن بازی فریمی که شما میگیرین از بازی کمتر باشه، یه سری مشکلات فنی برای بازی پیش بیاد که تو نسخه اورجینال هیچ وقت همچین مشکلاتی نیست. میدونم که شرایط اقتصادی خیلی تخمیه و خب اکثرمون چه بخوام چه نخوام مجبوریم خیلی از بازی‌ها رو به صورت کرکی و حالا غیر قانونی بازی کنیم، ولی تقریبا الان راههای خیلی خوبی وجود داره که ما میتونیم با یه هزینه‌های خیلی کم بازی‌ها رو اورجینال بگیریم. اگه بازی براتون خیلی مهمه آنلاینش و می‌خواید سالیانی می‌دونیم با قرار این بازی رو یک سال آنلاین بازی کنیم، پیشنهاد می‌دم که رو پی سی تون یا استیم آرژانتین بگیرید با 6700 تومان قطعا می‌تونید بازی رو یک سال باهاش حال کنید. اگرم که می‌خواید با یه بازی یکی دو ماه حال کنید و چیز خاصی هم نداره، به نظرم همیشه ایکس باکس گیم پس به خودتون داشته باشین. یعنی اگه کسی از جزء دسته آدمی هستین که زیاد گیم بازی می‌کنید و صرفا فقط یکی دو تا گیم رو بازی نمی‌کنید، یعنی دوست دارید گیم‌های مختلفو تجربه کنید و جود بازیتون زیاده، پیشنهادم اینه که حتما یه اکانت ایکس باکس گیم پس واسه خودتون بگیرید و اصلا خیال خودتون راحت کنید. من از وقتی از گیم پس استفاده میکنم پوستم هم بهتر شده. برای اکس، امیدوارم که دیدن این ویدیو لذت برده باشین. اگه اطلاعات این ویدیو رو برای خودتون مفید دونستین حتما با دوستاتون به اشتراک بذارین. خیلی 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 ممنون میشم اگه این ویدیو رو لایک کنین، کامنت بذارید و دکمه سابسکرایب رو بزنین و چنل منو سابسکرایب کنین. بزرگترین حمایتی که میتونید از من بکنین منو تو شبکه‌های اجتماعی مثل اینستاگرام و توییچ دنبال کنین. تو توییچ ما هر روز استریم خفن میذاریم، حتما بیاین ببینید. خیلی دوستتون دارم. تا ویدیوهای بعدی. In case out.